أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اقسام افطار روزه سه قسم هست انسان روزه گرفته اما میخواهد افطار بکنه یک روزه‌ای که نباید آن را باطل نبود چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر همچون روزه ماه رمضان و روزه نذر خاص روزه ماه رمضان را نه انسان قبل از ظهر میتونه افطار بکنه نه بعد از ظهر و روزه نذر خاص مثلا میگوید که 15 شعبان را ما روزه میگیرم بر خود نذر کرده گیره دیگه نمیتونه تغییر بده و افطار کنه دوم روزه‌ای که میتوان قبل از ظهر افطار نمود ولی بعد از ظهر نمیشود همچون روزه قضا یا روزه استجاری روزه قضای خود انسان میخواهد بگیره و یا روزه استجاری گرفته از یک میت را به اصطلاح میخواهد که پول گرفته که برای از اون روزه بگیره این را قبل از ظهر میتونه ولی بعد از ظهر نمیتونه و این را هم بعضی از مجتهدین فرمودن در صورتی که فرصت کم هست قبل از ظهر هم نمیتونه مثلا 10 روز روزه قضایی سال قبل داره و 10 روز هم ماه رمضان مونده پس این فرصت نداره سوم روزه ای که صبح و بعد از ظهر میتوان آن را افطار نمود مانند روزه مستحبی و روزه کفاره خب این روزه مستحبی مثل این روزهای ماه رجب اگه کسی میگیره چی قبل از ظهر چی بعد از ظهر هر وقتی که دلش خواست میتونه افطار بکنه و عرض کردیم و اگر کسی افطاری داد بهتر است که اصلا نگویه که من روزه دارم همونی که یک خرما پیش کرد یا مثلا یک غذا بخور بیا غذا بخور یا چای بخور اصلا ثوابش این هست اگر روزه مستحبی هست ثوابش این است که اصلا هیچ نگویه شروع کنه به خوردن که این هم ثواب روزه رو میگیره و هم ثواب قبول کردن به اصطلاح دعوت یک مؤمن ده. ها بله قضایی اگر داشته باشه گفتیم قبل از ظهر اگر افطار کرد افطار داد بازم ثواب میگیره ولی بعد از ظهر نه بله اگر وقتش باشه روز روزی دیگه میگیره آه بله وقتش باشه خب حالا اگر ما استجاری نیست روزه قضا میخواییم بر مادر خود بگیریم بر پدر خود بگیریم که از دنیا رفته بر کلال خود بگیریم اینها را مجتهدین در این اختلاف داره که آیا میتونه اینها را بعد از ظهر افطار کرد یعنی ولی آقای سیستانی گفته اشکال نداره که مثلا روزه قضایی بعد مادر خود کسی ما را اجاره نکرده ما احتیاطی و یا غیر احتیاطی به اسلام میفهمیم مادر ما امکان داره چند روز قضا کرده فوت کرده روزه برش میگیریم بعد از ظهر میخواییم افطار کنیم بعض از مجتهدین میگن نمیتونه ولی آقای سیستانی فرمودن که اشکال نداره خب ما درباره چند تا مودت نسبت به اهل بیت علیهم السلام صحبت کردیم درباره مودت زبانی مودت مالی مودت علمی و دیروز هم راجع به مودت جانی صحبت کردیم امروز میخواییم راضی به مودت عملی و اخلاقی صحبت بکنیم که این خیلی مهم است که ما محبت خود را نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت با عمل خود نشان بدیم چنانچه علی علیه السلام فرمودن اگر ما را دوست داره با عملتان ما را یاری کنید و یا در حدیث دیگر علی علیه السلام فرمودن که شما مثل موری نمیتوانید مثل موری نان خورده نمیتوانید که نان خشک دائم بود مثل من هر شب 1000 رکعت نماز نمیتونه بخونه مثل من مثلا اینطوری عبادت کرده نمیتونه ولی اعینونی این جمله را ولی کمک کنه اعینونی بالورع و الاجتهاد و صدات
لااقل با تقوایتان که ورع گفتیم بالاتر از تقواست. اجتهاد یعنی تلاش بی نهایت، یعنی تا جایی که میتونی تلاش کن. اجتهاد مجتهد میگه کسی که خیلی تلاش کرده است. با اجتهادتان یعنی با تلاشتان و با صداد، با محکم بودنتان در قول و عملتان ما رو کمک میکنید. ما رو کمک میکنید یعنی چی؟ یعنی یک کسی که شما را به عنوان یک شیعه میشناسه، خب یکی از حقانیت مذهب شیعه را چطوری کس پی میبره؟ یک انسان به عنوان الگو ببینه، ببینه که این آدم آدم خیلی با اخلاق هست، با عمل هست، با تقوای هست، با احسان هست، خوش اخلاق هست. این کمک به مذهب اهل بیت نسبت به طهارت هست. خب دیگه زیاد نیست، زیاد دلیل لازم نیست که ما دلیل بیاریم، که خیلی از این داستان ها رو شما شنیدید که خیلی ها به خاطر عمل یک شخص، به خاطر اخلاق یک شخص گرویده شده و اسلام. خب حالا اینجا به اصطلاح چند تا مثال ها یادداشت شده که می فرماید مثلا یاری کردن اهل بیت، مثلا یاری کردن فاطمه زهرا سلام الله علیها، زینب کبرا سلام الله علیها، این چطوری هست برای خانم ها؟ با حفظ حجابشان. مثلا یک خانمی مخصوصا در این کشور که اگر یک حجاب خوبی نداشته باشه، حجاب کاملی داشته باشه، این که همینطور در بازارها میگرده و یا میره کار میکنه، خب در همین کورسی که ما درس میدیم یک خانم محجبه هم درس میده، یعنی ما درس میخوانیم درس انگلیسی، یک خانم محجبه کامل به اصطلاح حجاب خوب کامل که یک دامن خیلی بلند که تا کوی کفشش میره و روسری بسیار کامل و یک به اصطلاح پیراهن بسیار بزرگ که هیچ قسمت بدنش معلوم نیست، میایه و خیلی هم انگلیسی خوب درس میده، خب این مخالف با کارش هم نیست، او را از کارم نکشیدم، ولی با همون حجاب خود تبلیغ اسلام هم میکنه. یعنی یک نفری که در بازار میره با حجاب کامل و این هم با اخلاق هم باشه، یعنی هم حجاب داشته باشه هم عفاف، اخلاقش هم اخلاق خوبی باشه، مثلا یک خانمی که حجاب داره، حجاب کامل داره، عملش هم عمل خوبی باشه، کاری را که بر شما گذار کردن اون کار را به لحن خوب انجام بدهد، این عمل، این مودت نسبت به اهل بیت نسبت به طهارت است. چنانچه حضرت آیت الله العظما سیستانی فرمودند طبق این فرمایش امام جعفر صادق علیه السلام که فرمودن کونو دعات الناس به غیر السنتکم، شما مردم را به مذهب ما، به طرف ما اهل بیت علیه السلام دعوت بکنید، ولی بدون زبان، بدون سخنرانی، بدون صحبت. حالا یک بنده خدای به اصطلاح حالا ما شنیدیم که در ترن بالا میشه، در یک جایی که میره میگه خب حالا اون ما نمیگیم که چطوری، در یک ترن مثلا یک کسی گفت، یکی از بندگان خدا در ترن گفت ما نشسته بودیم، ترن هم خیلی جمعیت زیاد بود دیگه، نشسته بود، یک دفعه استاد شد که کی میخواد مسلمان شود؟ خب این تبلیغ نیست که خیلی ها به اصطلاح پسخند زدن، خیلی ها خنده کردن، بعضی ها خیلی ها چیز به چیز به اصطلاح در انگلیسی به اصطلاح گفت که کی میخواد مسلمان شود که من بخوایم که اطلاعات برش بتونم، هیچ کسی به حساب جوابش نداد. خب این که تبلیغ نمیشه، تبلیغ این هست که ما در این کشور کار خود را به نحو اعلا انجام بدیم به غیر زبان. درانچه از را تا اطول دایی عزمان سیستانی طبق این فرمایش این حدیث بر خود شخص من بود، گفت که مؤمنین را شما بگویید که هر کس در هر کاری هست، اونی که دکتر هست، اونی که انجینیر هست، اونی که کارگر ساده است، کار خود را به نحو احسن انجام بده. اونی که به اصطلاح حالا چی میگن اینجا که نلکشیر این چیز دیگر میگه که یاد نامش یاد میگه نلای عوض که میکشه پلامن، پلامن هست. این که بیای در یک خانه زنگ بزنه، بیای خوب سعی تمام کارها رو بکنه و اویی که رنگ میکنه، حالا برای یکی از
یک شهر استرالیا زنگ زد که من اسمش را نمیگیرم، گفت که صاحب کار ما با طرف قرارداد میکنه، با اون صاحب خانه قرارداد میکنه که ما این خانه تو را که رنگ میکنیم مثلا با این مشخصات، مثلا گفت درهایش ما میگه که دو دفعه ما رنگ میکنیم، یعنی که خوب صحیح رنگ کامل شد، ولی ما که شاگردای از او هستیم ما نمیگه نه یک دفعه رنگ کن، چون صاحب خانه نیست دیگه، میگه یک دفعه رنگ کن، ما میگم که تو در قرارداد نوشته کردی که دو دفعه رنگ میکنه، گفته میگه که نه، اگر ما دو دفعه رنگ کنیم بر ما پول زیاد نمیمانه، درست است ما اگر باید نگوییم دو دفعه رنگ میکنیم ما را نمیتهیه کاره، پس از اون طرف ما میگیم که دو دفعه رنگ میکنیم که کار بگیریم، و از این طرف یک دفعه رنگ میکنیم که پول زیادتر بر ما مانه. خب این نه تنها تبلیغ اسلام هست بلکه ضد اسلام تو عمل کردی، این خیانت هست و محبت نسبت به اهل بیت را تو نه تنها نشان دادی، اونها را متنفر از اهل بیت اسمت و طهارت قرار دادی. لذاست که اون گفتیم که آقا و کارگر و کارمند و استاد دانشگاه و استاد مکتب، اینها با عملشان میتونن مردم را جذب به اهل بیت بکنن، و خانم با حفظ حجابش و اخلاقش میتونه که در همین بازار و شهر و اینها انسانها را تبلیغ به اسلام، حالا این را به اسلام به عنوان فکاهی بگیم اینطوری نشه که به اسلام بگیم هر کس خانم ها با حجاب بسیار ساده بیرون برن بگیم که ما میخواییم تبلیغ بکنیم، نه، بازار رفتن هم باز خوب نیست، از سوق به اصطلاح یا بازار شر رو بپاین هست، بدترین قسمت های زمین میگن بازار هست، چون خیلی گناه در بازار هست مخصوصا در اینجا. حالا یک خانم مجبور هست بره یک مقدار خرید بکنه، حجاب خود را اگه کامل رعایت بکنه این تبلیغ هست و مودت عملی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت هست، چنانچه اینجا فرموده است زینب کبری سلام الله علیها در مجلس یزید وقتی که آمد بعد از 40 منزل پای پیاده روی شتر با اون همه زحمت آفتاب گرمی، وقتی که وارد مجلس یزید شد نگفت که به اصطلاح ما را چرا اینقدر آزار دادیم، یا نگفت که ما به اصطلاح گشنستیم تشنستیم چیکار کنیم خسته استیم، اولین کلامش این بود که یزید به عربی گفت آیا این درست است که زن تو در پشت پرده باشد و ناموس پیامبر مقابل نامحرم؟ اولین دغدغه‌اش چی بود؟ حجاب، هیچ چیزی نه. و یا حتی دختر کوچک امام حسین علیه السلام وقتی که در مجلس قرار گرفت اولین جمله‌اش همین بود، عرض کرد عمه جان آیا یک پارچه یک تکه کهنه چیزی هست که من در روی سر خود بندازم؟ دال که اون اصلا بالغ نشده، دختر 3-4 ساله. لذاست که از اینها ما درس میگیریم که انشاءالله دختران ما، خانمهای ما در همین روزها روزهای خودسازی است، روزهایی است که ما اتصال به خدا پیدا میکنیم، ولی دخترهای کوچیک که بالغ نشده تمرین حجاب بدیم، تمرین حجاب و با تشویق خود اینها را به اصطلاح محجبه بسازیم و اینها مودت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت است. حالا گرچه که طولانی میشه ولی این تیکه را بگم که از این قسمت خلاص شدیم. جوان میفرمایند که مودت یک جوان نسبت به اهل بیت، مودت عملیش این هست که ازدواج بکنه. این ازدواج سبب میشه که عملا وارد جرگه اهل بیت عصمت و طهارت و سنت پیامبر بشه. جوانی که مجرد بود، چی مرد چی زن، چی دختر چی پسر، خودش، یعنی نمیگیم که به اصطلاح یک دفعه سر ما خیلی انتقاد کردن، نمیگیم که اینها گناهکار هست، زمینه گناه بر او زیاد هست، یعنی نه تنها شاید یک جوان مجرد مؤمن خب خودش را حفظ بکنه، اما زمینه ساز گناه بر دیگران هست. یک دختری که جوان هست به اصطلاح زیبا هست و مجرد هست، این خیلی جوانای دیگر طمع به اون میکنن، میگه خب این شوهر نداره بیا با این رابطه پیدا بکنیم. حالا بعضی از جوان مؤمن به اصطلاح یک چیا میگیرن، یک دلیل فقهیان بر خود درست میکنن، میگن نه چون من میخوایم که ازدواج بکنم در آینده، در حال حقیقتا به اصطلاح نیست، این بیا با این رابطه پیدا بکنیم از طریق تلفن، از طریق مسیج، از طریق صحبت.
و فرزند پسر جوان هم همینطور، دختران جوان به اصطلاح اینطور است. لذا محبت محبت عملی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت یکی از راههایش این هست که جوان مخصوصا در این کشوری که پر از گناه هست زودتر زمینه ازدواج خود را فراهم بکنه و خانواده ها هم زمینه ازدواج دختران و پسرانی که در حد بلوغ رسیدن، در حد توانایی و رشد عقلی و اداره زندگی رسیدن انشاءالله فراهم بکنن. پس مودت عملی ما خیلی مودت زیبایی هست که ما میتوانیم مردم را و خانواده ها را و اقوام را و نزدیکان خودمان را با مودت عملی، با این نشان دادن اخلاق حسنه، با کارهای خوب مردم را و خودمان را نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت نزدیک بسازیم و محبت عملی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین.